بینندگان عزیز، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، یکی از مسائل و معضلات بسیار عمده‌ای که در جامعه ما وجود داره مسئله جوانها و بیشتر مسئله اشتغال و فعالیت جوانهاست. ما در این رابطه مدتی پیش در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای گلزار به بخشی از مسائل جوانان پرداختیم. آقای گلزار، سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. من هم سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون. خیلی ممنون که بازم دعوت ما رو پذیرفتین. جناب گلزار، همونطور که حتما بینندگان ما به خاطر دارن، مدتی پیش در خدمت شما به برخی از مسائل و مشکلات جوانان در ایران پرداختیم. مسئله اشتغال به طور کلی، اشتغال جوانان، خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این زمینه، به ویژه در زمینه اشتغال امروز در ایران صحبت بکنیم. با کمال میل خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض کنم که در بهمن ماه آقای ربیعی وزیر کار عنوان کرد که در ایران 3.5 میلیون ما بیکار داریم، که البته اون رو میشه بررسی کرد که آیا واقعا 3.5 میلیون هست یا بیشتر، که جای بحث داره. و ایشون عنوان کردن که 4.5 میلیون هم تا چند وقت دیگه به تعداد بیکاران مخصوصا جامعه جوان ایران اضافه خواهد شد. در مجموع جامعه ایران دارای 8 میلیون بیکار خواهد بود. و ایشون گفته بود که باید خیلی سریع به این مسئله رسیدگی بشه، که حق با ایشونه، ولی که این آیا عملی بشه جای دیگه است. و گفته بود که اگر ما حتی روزی ساعت 1 شغل اضافه کنیم، کمه که باید بهشون گفت حق با شماست، چون که ساعتی 1 شغل اضافه کنن در سال میشه 8000 خورده شغل و پاسخگوی 8 میلیون بیکار رو نخواهد داد. و اگر دقیقه 1 شغل هم تولید کنن میشه سالی بیش از 500000 شغل، که باز اگر واقعا بخواد که موزل به صلاح اشتغال رو در ایران حل کرد، با 0.5 میلیون امکان پذیر نیست، که کاریس بسیار سخت با وضعیتی که در حال حاضر جامعه ایران داره. خب جوان ایرانی متوجه است که در ایران اشتغال نیست و آینده نداره. عنوان میشه سالانه بین 120 تا 160 هزار نیروی جوان و اکثرا تحصیل کرده از کشور خارج میشن. جدیدن آلمان برای ایرانی هایی که تحصیل کردن امکان این رو به وجود آورده که اینها در دانشگاه به زبان انگلیسی نه به زبان آلمانی ادامه تحصیل بدن، و بعد برای اونها امکان اشتغال به وجود آورده و بدین ترتیب در حقیقت با ارزان‌ترین قیمت تونسته جذب نیروهای تحصیل کرده ایران رو بکنه، که متاسفانه در ایران این امکان رو برای جوان ایرانی به وجود نمیاره. یک روندی از 3 دهه قبل، البته از زمان شاه هم بوده، از بعد از انقلاب هم این ادامه پیدا کرد متاسفانه، و نظام حاکم بر ایران این امکان رو به وجود نیاورد که بشه تحولی در این زمینه به وجود آورد. و اون اینه که دیوان سالاری در ایران نه اینکه کوچک نشده، بلکه به حجم دیوان سالاری اضافه شده. اکثر مردم ایران میل دارن کارمند بشن، کاری داشته باشن، پر درآمد و کم مسئولیت. این یک امر عمومی. شاید الان بینندگان عزیز ما سوال کنن ایرادش چیست. ایرادش در اینه که در این نوع نگاه به کار تولیدی به وجود نمیاد. حتی در زمینه کارهای غیر دولتی، یعنی غیر کارمندی هم به همین ترتیب هست، دید و نگاه به این صورت. به خاطر همین چند ماه پیش آقای لاریجانی عنوان کرد که ما در ایران 22 دقیقه کار مفید داریم در روز، بعد اعلام شد که نخیر اشتباه میکنه، 45 دقیقه کار مفید در روز داریم. مرکز پژوهش‌های مجلس رفته تحقیق کرده، گفته خیر شما اشتباه میکنید، ما 2 ساعت کار مفید در روز در ایران انجام میگیره، که به نظر من نادرسته، چون سالیان سال هست که هر سال بررسی که میشه عنوان میشه در ایران بین 20 تا 25 دقیقه کار مفید انجام میشه. دلیلش هم اینه که از یک طرف جامعه کارمند ایران مخصوصا علاقه خاصی به کار خودش نداره، از این بابت که حقوقی که دریافت میکنه با اون نمیتونه زندگی بکنه و خانواده خودش رو در حقیقت تامین بکنه، از لحاظ اقتصادی مخصوصا. و از طرف دیگه محیط یک محیط خشن ناامن هست و او خود رو در حقیقت حاکم به ارباب رجوع میدونه،
اینه که برای ارباب رجوع کار نمیکنه و در خدمت او نیست. این ذهنیت باید تغییر بکنه. اگر این رو ما مقایسه کنیم با ژاپن مثلا که ذهنیتشون در حقیقت مخالف روحیه‌ای که در ایران هست، اونجا 40 تا 60 ساعت کار مفید در هفته انجام میگیره. به دو دلیل، یکی این که مثلا کسی که در ژاپن کار میکنه احساس مسئولیت میکنه به مراجع کننده و به تولیدی که انجام میده. دو این که مدیریتی که در اونجا حاکم هست مدیریتی است که در واقع تشویق میکند این نوع روحیه رو. در حال حاضر در ایران هر کسی سعی میکنه هر چی زودتر به پول برسه، این یک روحیه عمومی شده و در واقع برای این کاری که انجام میده کار واسطه‌گری، کار راندخاری، کار قاچاق و واردات و سری فروختن و اینکه مسئولیت در مقابل کالای خوب نداشتن شده یک صفت عمومی. این صفتی که در بازار انجام میگیره و اون صفتی که کارمند انجام میده، هر دو یک صفت مشترکی است و اونی که این صفتی است که از استبداد به جامعه اومده یا از جامعه به استبداد رفته است، فرق نمیکنه. اینه که در مقابل کاری که انجام میده مسئولیت حس نمیکنه. آقای دکتر، یعنی در واقع یک مدار بسته باطلی است که بله. استبداد این رو تشویق میکنه و اینکه بهش نیاز داره، جامعه عادت میکنه، جامعه اونو بازتولید میکنه و این بله. دور همجوری ادامه پیدا میکنه. بله. کاملا همینطور. شما ببینید، اگر چیزی رو تولید کنید که در تولیدی که انجام میدهید قصدتان اینه که کالای خوبی تولید کنید، یک زنجیره‌ای به وجود میاد از تولید کننده به مصرف کننده که مصرف کننده وقتی این کالای خوب رو طول مصرف میکنه احساس لذت و شادی بهش دست میده. یک زنجیره‌ای بین تولید کننده و مصرف کننده همیشه به وجود میاد، یک زنجیره شادی. عکسش اگر باشد که در حال حاضر در ایران کسانی که در تولید شرکت میکنن بسیار بسیار اندک هستن، مخصوصا تولید خوب، چرا که باید مقابله بکنن با کالاهای وارداتی نامرغوب چینی مخصوصا، و بدین خاطر از کیفیت کالا میگذنن و آخر کار تولید کننده میدونه کاری که میکنه نامرغوبه، خریدار همیشه ناراحته، میگه این کالای وارد که تولید داخل است کالای خوبی نیست و این یک زنجیره است که زنجیره نامرغوبی است که در واقع هم بخش عمدش رو این مشکلی است که مدیریت انجام میده. البته جامعه هم باید یاد بگیره که من به صفت تولید کننده در خدمت خریدار هستم و کالای خوب تولید میکنم. خب حالا اگه ما بخوایم وضعیت اشتغال رو بررسی کنیم، باید دو تا پدیده رو مورد بررسی قرار بدیم. در ایران وضعیت صادرات و واردات چگونه است؟ این چه نقشی پیدا میکنه در اشتغال در ایران؟ خدمتون عرض کنم که یکی از صادرات ایران نفت هست و اون نمیخوام بپردازم، چون که نقش اساسی در اشتغال زایی در کشور نداره، در اقتصاد مثلا تولید محور هم نقشی نداره. کالاهای اساسی که از ایران خارج میشه، از زمان آقای رفسنجانی بخشی از کالاهای پتروشیمی و نفت رو هم در مجموع آوردن که به اصطلاح آماری که میدن داره حجمش بالا، اونها رو هم باید خارج بکنیم از به اصطلاح این زنجیره. ولی شما نگاه کنید سه کالای اساسی که ایران صادر میکند که غیر نفتی است، یکی میگه من سنگ آهن میفوشم که باز سنگ آهنه به 1 میلیارد، عنوان میکنه پروپان مایع که باز به نفت برمیگرده 1 میلیارد، اوره میگه من صادر میکنم 1 میلیارد. در مجموع صادراتی که از ایران میشود که نقشی داره در اشتغال زایی 16 میلیارد. خب این رو باید فکر کنه آیا جامعه با 16 میلیاردی که صادرات غیر نفتی رو محصولات پتروشیمی یا به طور مستقیم وابسته به نفت رو ازش جدا کردین و این بله. بله چون که ما میخوام ببینیم چه در تولید بله. و در اشتغال چقدر نقش میتونه. البته اونها هم اشتغال زا هستن، ولی در اقتصاد به صلاح نقش آنچنانی بازی نمیکنن. درآمدی دارن که در اختیار دولت قرار میده. حالا کشور همسایه خودمون ترکیه رو نگاه کنین. ترکیه در سال 2011 بالاترین رشد اقتصادی رو میخوام در جهان داشته. سال گذشته سال 2013 وزیر اقتصاد ترکیه گفته که حدود 152 میلیارد صادرات داشتن. از این 152 میلیارد مقایسش کنیم با آماری که خدمتتون عرض کردم، بیش از 21 میلیارد فقط تولیدات ماشین‌آلات به خارج صادر کردن.
رقم دوم تولیدات شیمیایی است، رقم سوم تولیدات پوشاک و پارچه است. توجه بکنید ترکیه قبلگاه تولید پوشاک است. این حجم تو پوشاک که در سطح جهان تولید میکنه مقام سوم در ترکیه در اصطلاح برای ترکیه قائل شد. از طرف دیگه ما بگیم ما صندوق ذخیره ارزی داریم که همیشه خالی است. الان ترک ها 135 میلیارد در صندوق ذخیره ارزیشون فقط پول ذخیره کردن. حالا متوجه میشید که چرا جوانان و جویای کار پناه میبرن به ترکیه برای اینکه بتوانن اونجا امرار معاش کنن و زندگی کنن. حالا واردات ایران هم باز به گونه ای از همین نوع بیان میکنه. سال گذشته 48 میلیارد دلار کالای دولتی وارد و طریق دولت به سر از گمرکات وارد شد. 25 تا 30 میلیارد کالای قاچاق وارد شده وارد ایران شد. دولت اعلام کرده که سال گذشته ما 10% کمتر کالا وارد کردیم. و دلیل اصلیش اینه که پولی نداشتن با وضعیت اقتصادی که به وجود آوردن در ارتباط با مسئله اتم و این سیاست بسیار غلط و این تولید به اصطلاح این سرمایه گذاری بسیار نادرست که در تلویزیون به کرات راجع به اون صحبت شده که جاش الان در بحث من نیست، این باعث شده که به اصطلاح پولی نبوده است که بتوانن کالا وارد کنن. خب کمبودها در واقع از این بابت نیست در جامعه که چرا نمیگذارن کالا وارد کشور بشه. کمبودهای واقعی از این بابت است که بیش از 3 دهه هست که اقتصاد مصرف محور در ایران اصل هست. البته نه اینکه از بعد از انقلاب اقتصاد محور مصرف محور اصل شده، از زمان شاه همین بوده، به گونه ای که ما قوانین واردات بسیار داشتیم در زمان شاه، قوانین صادرات بسیار کم داشتیم چون چیزی صادر نمی کردن که برای او متناسب با او قوانینی بنویسن. خب حالا شاه رفته، ولی فقیه جاش اومده، سیستم و نوع نظریه مانده. تنها دوره‌ای که اقتصاد ایران می‌خواسته از تحول کنه و متناسب تحول برنامه داشته دوران آقای بنی‌صدر که اقتصاد تولید محور و ایران سبز برنامه عمل ایشون بوده که متاسفانه آقای خمینی با کودتایی که علیه ایشون کرد در حقیقت آن برنامه رو هم در نطفه خفه کردن. حالا خدمتون عرض کنم که واردات برای چین بسیار خوبه، وارداتی که ما میکنیم از چین، چون در اونجا زمینه کار تولید میکنه، زمینه رشد تولید میکنه، برای ما زمینه بیکاری به وجود میاد. از طرف دیگه این 25 تا 30 میلیارد یا بیشتر از 30 میلیاردی که قاچاق میشه به ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس از اون بهره زیاد میبرن. عنوان میشه بین 6 تا 8 میلیارد درآمدی است که آنها از این بهره میبرن. حالا از شما بیننده محترم سوال میکنم، اگر شما 100 هزار تومان خرید کنید، 35 تا 40 هزار تومان از خرید شما مستقیما به جیب مافیا ریخته میشه، مافیای دولتی و مافیای غیر دولتی. آیا شما واقعا حاضر هستید و مایل هستید و دوست دارید که این 30 تا 40 هزار تومان رو هر دفعه برای خرید 100 هزار تومان بدید، یعنی 35 تا 40 درصد درآمد خود رو به مافیا بدهید؟ این رو از شما خواهش میکنم برای خرید هر کالا از خود سوال کنید، آیا واقعا در این نظام با بودن چنین مافیایی شما حاضر هستید چنین پولی رو بدهید؟ آقای خیلی ممنون، برای اجازه بدید من یه سوال دیگه هم بکنم در این محدوده 7-8 دقیقه وقتی که برام مونده. و اونم مسئله حداقل دستمزد است. می‌دونیم که برای سال 93 اینجوری که ادامه می‌کنن حداقل دستمزد رو حدود 25% اضافه کردن. من می‌خواستم خواهش کنم در این زمینه حداقل دستمزد صحبت کنیم که چه مقدار است و آیا اینکه این حداقل دستمزد واقعا کفاف هزینه زندگی اکثر مردم ایران رو، اکثر زحمتکشان ایران رو میده یا نمیده؟ و آقابت دیدست که میدونم چند تا سوال میچه پاش سر همه آقابت دیدست. خب راه حل چیست؟ بله با کمال میل خدمتون عرض کنم که بسیاری از شنوندگان و بینندگان عزیز خود آگاه هستن که یک قراری است که گذاشته شده با ملت ایران.
آقای روحانی هم اینو تکرار کرده و اون این که هر سال به میزان تورمی که بانک مرکزی عنوان میکنه و سبد کالاهای اساسی که جامعه مصرف میکنه یک معدلی گرفته بشه، مشخص بشه چه میزانی باید به حقوقها اضافه بشه. و امسال که اون سبد کالاها رو اصلا در نظر نگرفتم، بانک مرکزی عنوان که از 36.7% ما تورم داریم، نماینده کارگر، کارفرما و دولت نشستم 6 ساعت فقط صحبت کردم، حالا چقدرش چای خوردن من نمیدونم، ولی به توافق رسیدن که 25% بدهن به حقوق بگیر. البته ببخشید، نماینده کارگران در واقع خانه کارگره. بله، البته اون نمایندگانی هستن که حکومت پذیرفته که اینها نماینده بمانند و اونها حرفی برای گفتن ندارن. اونها میبرن و میدوزن و اینها میپذیرن. در هر صورت 12% در حقیقت حقوق بگیر از دست داده، یعنی درآمد ندارن. البته سال گذشته هم که این کارگر حقوق گرفته یا هر کسی که حقوق گرفته، این ماه به ماه درآمدش کم بوده، رسیده به آخر سال چون 36% تورم رو باش زندگی کرده، در حقیقت از حقوقی که گرفته 36%ش رو تورم بلعیده. یعنی هر کسی که 1,000,000 تومان بگیره 350 تومان، 360,000 تومانش از بین میره، با مازادش میخواد زندگی کنه. خب حالا امسال گفتن شما بپذیرید، پس بنابراین کسی که حقوق میگیرد باید صورت خودش رو با چی قرمز نگه بداره که در فرهنگ ما هست؟ با چه چیزی؟ با هیچ که نمیتونه قرمز نگه بداره. الان عنوان میشه که بین 1.5 میلیون تا 1.8 میلیون اگر کسی درآمد داشته باشه، برای یه خانوار 5 نفره میتونه زندگی کنه که زیر خط فقر نره. ایده عنوان میکنم و بررسی میکنم 2.3 میلیون تا 2.5 میلیون اگر درآمد داشته باشی زیر اون میشه خط فقر. در ایران یک مسئله هست، میگن من بودو آهو بودو. هر آنه 3 دهه هست قیمت ها میرود بالا، حقوق ها رو اضافه میکنن، به مجردی که حقوق ها رو اضافه میکنن جهش میکنه، جهشی حقوق ها میره بالا. در دوره آقای احمدی نژاد اگر مردم هی منتظر میماندن، در دوره آقای روحانی این سرعت بسیاری بالا گرفته، 35% تورم بعد از عید بوده و این با این جامعه چگونه میخواد زندگی بکنه بسیار بسیار جای سواله و هر بیننده عزیزی باید از خودش بپرسه که من چگونه راضی میشوم که پول به جیب مافیا بکنم و از این حکومت به اصطلاح زور بشنوم که بپذیر که در حد اقل تو باید زندگی کن. خب امریز طبیعی که از 21 میلیون جمعیت جامعه ایران 8.5 میلیونشون اضافه کاری میکنن، 5 میلیون از جامعه دو جا کار میکنه، در حقیقت عمر و زندگی و روح و روان و جسم خودش رو میفروشه، پیش فروش میکنه که بتونه مدت کوتاهی زندگی کنه. خب این حق بقیه هست که بتوانن کار بکنن و اینها با 8 ساعت کار خودشون بتونن امرار معاش کنن. من از شما ملت ایران و از شما هموطنان و بینندگان عزیز سوالی دارم. شمایی که آقای روحانی رو انتخاب کردید و شما که انتخاب نکردید و منتظر هستید که آقای روحانی کاری بکنه، منتظر هستید چه کاری بکنه؟ منتظر هستید برای تحول اقتصاد در ایران و برای اشتغال زایی جلوی رهبری بایسته بگه در امور دخالت نکن، اینقدر خرج اضافه نکن، جلوی مافیای نظامی مالی و سپاه بایسته، جلوی مافیای غیر نظامی بایستد که چرا 30 میلیارد وارد میکنی؟ آیا شما واقعا تصور میکنید ایشون میخواد که آزادی ها که زمینه و بستر تحول اقتصادی است رو ایشون میخواد فراهم بکنه؟ آیا شما واقعا تصور میکنید آقای روحانی میخواد امنیت اجتماعی فراهم بکنه تا در پناه امنیت اجتماعی اقتصاد رشد بکنه؟ اگر تصور میکنید در تصور غلطی هستید. آقای روحانی منتخب آقای خامنه ایست. من سال گذشته به شما عزیزان هشدار دادم که سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. امروز باز به شما هشدار میدهم که تا سال دیگر چنین روزی وضعیت بسیار بدتر از آن خواهد شد که شما تصور میکنید.
استبداد در شیب خود هر روز در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت و مخارج بیشتری برای خودش به وجود میاره که از جیب شما باید پرداخت کنید. باید به شما توضیح میدم و یادآوری میکنم که هر کالایی که میخرید 40% به جیب استبداد حاکم و مافیایی که با او کار میکند میرود. اگر میخواهی در آزادی زندگی کنی، اگر میخواهی در استقلال زندگی کنی، شما باید حرکت کنید و در مقابل استبداد بگویید نه. برنامه تحول برای اقتصادی حقوقمند، باورمند به رشد وجود داره. اقتصاد به اصطلاح تولید محور در مقابل یک اقتصاد واردات محور. برنامه کار هست، کسانی که توانا باشند به این تحول هم هستند، ولی این توانایی رو اول رو باید شما ملت ایران از خود نشان بدهید که تا کی من باید منتظر بمانم و روزانه از حقوق ناچیز خود به جیب مافیای حاکم بر ایران بکنم. امیدوار هستم که این تحول در اذهان همه به وجود بیاد و ما هر چه زودتر شاهد تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران بشیم. ان شاء الله. آقای گلزار خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. من بیش از این مزاحم شما نمیشم. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ. خیلی تشکر از حوصله بینندگان عزیز. اوقاتتون خوش.